سلام، به صفحه دو خوش آمدید. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، در یک مصاحبه تلویزیونی از اشغال املاک این بنیاد توسط بعضی از شناخته شده ترین نهادها و چهره ها گلایه کرد با تکرار مدام یک جمله: تخلیه کنید، بفروشیم، خرج محرومان کنیم. بنیاد مستضعفان برخلاف نامش یکی از ثروتمندترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است که مشابه بقیه نهادهای این چنینی زیر نظر رهبری است و به او پاسخگوست، نه به مجلس. صحبت‌های او واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت، هم از سوی کسانی که در حرف‌هایش مشخص شد املاک بسیار ارزشمند بنیاد در بعضی از گران‌ترین نقاط را تخلیه نمی‌کنند، هم از سوی کاربران فضای مجازی. بسیار این حرف‌ها را جست انتخاباتی برداشت کردند، به خصوص که در صحبت‌هایش به اصلاح طلب و اصولگرا و ارتش و سپاه و حتی بعضی از درگذشتگان مثل اکبر هاشمی رفسنجانی تاخت. پرویز فتاح از این حرف‌ها به دنبال چیست؟ اموال بنیاد مستضعفان چقدر است و چگونه خرج می‌شود؟ مستضعفان در امپراتوری عظیم بنیاد چه جا و نقشی دارند؟ در برنامه امروز دو مهمان داریم. پژمان طهواری، روزنامه‌نگار از بوستون با ماست. آقای طهواری، یکی دو سال پیش یک تحقیق جامع درباره بنیاد مستضعفان رو برای نهاد عرصه سوم انجام دادن. همینطور هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه براندیس از بوستون. آقای کهالزاده هم به طور ویژه درباره نهادهای این چنینی فعالیت و پژوهش می‌کنند و کارشناس تامین اجتماعی هم هستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای طهواری، برداشت شما از صحبت‌های آقای فتاح چی بود وقتی که شنیدید؟ من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. من خیلی کوتاه اگه بخوام نظرم بگم راجع به صحبت آقای فتاح، بیشترین چیزی که به ذهن متبادر می‌شد از این صحبت‌ها یک نمایش کامل انتخاباتی بود. آقای فتاح زمانی که تو رئیس کمیته امداد بودن و در واقع اسمشون به عنوان یکی از کاندیداهای جدی دست توسط اصولگرا در انتخابات 1396 مطرح شد، از اون زمان اگه شما برنامه های ایشون رو نگاه بکنید، سفرهاشون رو نگاه بکنید، مداوم تلاش میکنن که در مدیات حضور داشته باشن، تو رسانه ها باشن، به شکلهای مختلف خودشون مطرح میکنه و تمام این صحبت ها و تمام این بحثایی که مطرح میکنه کاملا نشون میده که ایشون برنامه جدی بر انتخابات داره و از این منظر هست که این مباحث رو مطرح میکنه. جالب هست اینه که میگید، برای اینکه حتی خود او هم در همین مصاحبه میگه به من الان میان میگن که فتاح دنبال انتخاباته، بگید ولی پول ما رو پس بدید. یه چیز دیگه که باز میخواستم از خود شما بپرسم آقای طهواری، این بحث که میگه بدید بفروشیم خرج محرومان بکنیم، آیا این استراتژی بنیاد از آغاز بوده یا این جدید هست؟ این داستان چیه که هی میگه بفروشیم خرج محرومان کنیم؟ این هیچ زمانی استراتژی بنیاد نبوده. بنیاد هیچ وقت دنبال در واقع کمک به محرومان نبوده. از روز اولی که این بنیاد تشکیل شده، اگه شما نگاه بکنید از سال 1357، درست تو ماهای اولیه حکومت جمهوری اسلامی که آقای خمینی دستور داد که به شورای انقلاب که بیاین و این بنیاد تشکیل بدی و تمام اموال منقول و غیر منقول وابستگان به خاندان پهلوی و نظام پهلوی رو بگیرید و به این بنیاد بگید که خرج محرومان بشه، هیچ زمانی این بنیاد کمک محرومان اولویتش نبوده. خریدن و فروختن و اینجور چیزا در همیشه در بنیاد وجود داشته. همیشه بنیاد یه سری از املاک رو اینجوری که خودشون مدعی هستن هبه کردن به مردم، یه سری اموال رو فروختن، ولی اینکه چجوری فروختن، به چه کسی فروختن و چه کسایی منفعت بردن در این خرید فروش، چیزایی که هیچ زمانی مشخص نبوده و اینها چیزایی که شفاف نبوده در سازمان در بنیاد مستضعفان. و باز اگه بخوایم بیشتر به این بحث بپردازیم، نکته‌ای که در واقع میشه بهش اشاره کرد همین پوینتیه که خیلی ها این چند روز به آقای فتاح اعتراض کردن و مطرح کردن که خب این اسامی که شما اعلام میکنید فقط تعداد محدودی از ساختمان‌ها و اموالیه که در اختیار بنیاد است، بقیه اموال چی شده و بقیه اموال شما چیکار کردید و چیکار میخواید بکنید. بنابراین من برداشتم این هست که تمام این بحثایی که مطرح میشه بحث انتخاباتی، دقیقا به همین دلیل خود آقای فتاح هم اعتراف میکنه که در واقع متهم به تبلیغات انتخاباتی هست و از این حس
این بحث حالا فراتر از آقای فتاح، من باید اول اینو بگم ببینندگان، این بحث بنیاد مستضعفان چنان گسترده است که واقعا در یک برنامه نیم ساعته به هیچ وجه نمیشه راجبش به طور کامل صحبت کرد، راجب بخش کوچیکش هم نمیشه صحبت کرد. ما باید واقعا یکی دو محور رو روشن بکنیم. من همین اولی میخواستم راجب خود آقای فتاح بپرسم و بعد این رو خیلی بخوایم اگر که گزارش بپردازیم. آقای کلازاده، این صحبتی که آقای فتاح میکنه که میخوان اموال رو بفروشن به محرومان بدن، محرومان روشن هست که چه درصدی از دارایی های بنیاد رو دریافت میکنن؟ ما میدونیم که مثلا ظرف سال گذشته تو همین گزارشی که آقای تحوری تایید کردن، ما یک سال رو میدونیم، سال 95 رو میدونیم چون بنیاد در اون سال منتشر کرده در واقع چیزای مالیش رو، بله ترازهای مالیش رو، و در اون سال یک مبلغ خیلی خیلی ناچیزی رو در مقایسه با بقیه در واقع اون درآمدش میگه که اینها رو ما پرداخت کردیم برای محرومان و مستضعفان. چقدرش واقعا به اونها میرسه؟ والا من نمیدونم، به دلیل اینکه ما هیچ شفافیتی در اسناد بنیاد نمیبینیم. برای یک سال یک بار، سال 95 یعنی سال 96 ترازنامه مالی سال 95 منتشر میشه. مصاحبه هایی هم هست در مورد اینکه به هر حال 30% 40% درآمدی بنیاد به بنیاد علوی داده میشه که متولی انجام این امور هست، و واقعا ما نمیدونیم که بنیاد علوی چگونه اینا رو خرج میکنه. قطعا بنیاد علوی یک سری پروژه‌ای داره، روی وبسایتش هم هست که مثلا محرومان زدایی در مثلا استان الف استان ب، ولی به عنوان کسی که توسعه پایدارم خوندم و این درگیر این پروژه فرق زدایی هم بودم، ما نمیدونیم. یعنی به این که اگه خوشبینانه هم اگه فرض بگیریم که مسئله فرق زدایی و این کمک، یعنی انتظار حداقل از آقای فتاح هستش که بیاد و بگه که به عنوان رئیس بنیاد جان بازاری که ماموریت ارگان و نهادش محرومیت زدایی هست چه کرده، و الله بخش حقوقیش میتونه پیگیری کنه، شکایت کنه، حالا به اون اموال هم میپردازه بعدن که چقدر بوده، میتونه شکایت کنه، پیگیری کنه، اطلاعیه بده. و آقای فتاح چه ربطی به آقای فتاح داره که بیاد بگه؟ آقای فتاح باید بگه من در اون کار ویژه‌ای که من منصوب کردن که بهش بپردازم تا چه اندازه چه اهدافی دنبال کنم به کجا رسیدم. در اون کار ویژه چی هست دقیقاً آقای؟ کار ویژه رو اگه بخوایم بگیم که به هر حال اموال دوره پهلوی بوده، حالا اصلا کارم به بحثای در موردش نداریم که چقدر اینا باید به بنیاد داده میشده یا نمیشده، مثل کاخا و اینا. این اموال قرار بوده به مستضعفین کمک بکنه. ما نمیدونیم که چقدر اینا پول داده شده، و اساسا اگه فرضاً بگیریم که تمام منابع بنیاد در اختیار افراد قرار گرفته، اساسا ما نسبت به اثر بخشی اونها، این که فرضاً چقدر ما پولی که میدیم به یک منطقه محرومی منجر به افزایش عاملیت و توان عاملیت و ایجنسی و افراد میشه، سبک زندگی افراد تغییر میده، این افراد رو توانمند میکنه، به عبارتی به قول آمارتیسن فانکشن اینا رو عوض میکنه، تا اینکه ما یه پولی به افراد داده باشیم، خونه ای داده باشیم، هپه کرده باشیم یا هر چیزی. به نوعی حتی در سطح هم تردید هست، هرچند به اون هم آقای فتاح اشاره نکرد، به عبارتی تلاش کرد که یک چهره انقلابی بدون لکنتی که اموال مردم میخواد بگیره، و این ظرفیت داره که مثلا رأس یک گروه های مثلا عدالت خواهی قرار بگیره که الان معترضن در درون حاکمیت، و یا اینکه احتمالا شرایط اقتصادی ناگواری هست بعد از تحریم کرونا که بنیاد چاره‌ای نداره اموالی که بفروشه. تصویری که میخواست این بود ارائه بده، ولی تصویری که من به عنوان یک فرد شهروند عادی برداشت میکنم، انگار با یک بنگاهداری نشستم که داره در قیمت نرخ ملک میگه این ملک ما اینجا داریم. حالا که چقدر این ملک اساساً چقدر هم هست میشه در ادامه بحث کرد، که اساساً این املاکی که آقای فتاح میگه چند درصده؟ اینا کمتر از 1.5% کل املاک بنیاد جانبازان هست. ولی آقای کازاده، یه چیزی که جالب بود این مدل صحبت کردن آقای فتاح خیلی مورد توجه قرار گرفت، به خصوص که میگه اموال ما رو بیاین بدید. ما اینجا دقیقاً کی هست؟ او داره واقعا به عنوان رئیس بنیاد، به عنوان صاحب اینها صحبت میکنه، در حالی که خب برای یه عده زیادی هم خب این اموال، حالا بخشش که متعلق به خاندان پهلوی بوده اون یه بحثه، ولی خیلی از اموال بنیاد اموال مصادره‌ای هست که مال اشخاص حقیقی بوده و توی سالها خیلی ها هنوز روش حرف دارن و میگن اینها در واقع غیر قانونی از اینها سلب مالکیت شده. ولی این بحثی که شما میگید که مثلا این اندازه خیلی اندکی از دارایی‌های بنیاد هست، همین اندازه اندک هم در صحبت‌هایشون وقتی میگه فلان زمین 400 میلیارد میارزه، فلان زمین، برای خیلی‌ها این واقعا خیلی مبلغ بالایی است.
ببینید ما نمیدونیم که چقدر املاک سازمان بنیاد داره. یک سند سال 95 هست، من میخوام این مقایسه بکنم، عذرخواهی میکنم اگر این گیج کننده است. ما در سال 95 میدونیم که 1395 ارقام به دلار میگیم. من میدونم که میدونیم که در سال 1395 حدود 19000 میلیارد تومان یا 56000 میلیارد تومان کل سبد بنیاد جانبازان میارزیده بر اساس اون ترازنامه. حالا بدهی‌هاش اگه فرض بگیریم که وجود نداره که بوده، شما بهش بگید بنیاد جانبازان مستضعفان و جانبازان هست برای بینندگان که حالا خیلی فکر نکنن که ما داریم جانبازان که نیست، بنیاد مستضعفان. این بنیاد مستضعفانی که آقای فتاح رئیسش هست 56000 میلیارد تومان در سال 1395 میارزیده با حالا بدهی‌هاش بزنید کنار، 18700 میلیارد تومان اندازه املاکش بوده. این املاک به ارزش اسمی بوده. تو همون سند میگه که 18000 به عبارتی اگه بخوام تبدیل کنم 15-14 میلیارد دلار اون زمان میارزیده، 5 میلیارد دلار ارزش این املاک بوده. من کار به سر قفلی ندارم. همون سند میگه ما 24542 ملک داریم که در اختیار دیگرانن و ارزش اسمی اونا 380 میلیارد تومانه. یعنی کلی 24500 تا ملک ارزش اونا 380 میلیارد تومانه ارزش اسمیشون، که ما میدونیم که همین دفتر آقای احمدی نژاد که گفته میشه مثلا 400 میلیارد تومانه یکی از این املاکه. بله. 24500 تا. حالا وقتی اینا رو تبدیل میکنیم میگیم که از این و میدونیم که همزمان در سال 1395 ما 22.5 میلیون ملک داشتیم در ایران، مسکونی و غیر مسکونی، که ارزشش تقریبا 4000 میلیارد تومان بوده. این تصویر رو وقتی مقایسه میکنیم و نسبتش رو با 24000 تا میگیریم که 1.6 یا 2% املاکه، ما متوجه میشیم که احتمالاً ارزش گذاری که بنیاد داره انجام میده در مورد املاکش 10%. یعنی به عبارتی ملک مثلا 100 میلیون تومانی رو 10 میلیون تومان قیمت گذاشته. و چرا این کارو میکنه؟ خب به هر حال این ارزش دفتری، همه جا شما در صورت مالیتون این ارزش دفتری استفاده میکنید. هر سال که نمیرید ارزش گذاری کنید، بر اساس ارزش دفتری میاد مثلا میگید که ساختمون الف مثلا 1 ریال مثلا ارزشش. و البته این بحث تخصصی، من حسابدار نیستم و نمیتونم جواب دقیقی بدم. یعنی میخوام بگید که در واقع این قیمت ها هم به روز نیست، یعنی ارزش خیلی بالاتر است. بله، ارزش اسمی است، ارزش واقعی نیست. به عبارتی من اینجوری برداشت میکنم از سند ترازنامه 1395 بنیاد که بنیاد جانبازان، بنیاد مستضعفان، اگر 5 میلیارد دلار اون موقع ارزش املاکش بوده و 10% گذاشته، احتمالاً این املاک 50 میلیارد دلار بیارزه. و فرض میگیرم که چون این املاک خیلی زیاده و خیلی متنوع هست، 5 برابرش میکنم، یعنی به جای 10 برابر 5 برابرش میکنم. به جای 10% میگم 20% املاک بوده مثلا ارزش گذاری. به یه رقمی بین 25 میلیارد دلار میرسم فقط برای قسمت املاک. ما بقیه شرکت ها نمیدونم سرقفلی اینا هم که 10 میلیارد اگه بزنیم کنارش، ما به یه عددی به چیزی حدود 35 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار میرسیم که من اگه بخوام امروز بگم نزدیک مثلا 700000 میلیارد تومان یا مثلا 1000000 میلیارد تومان ارزش این دارایی ها است. البته شما نمیتونید کاخ سعد آباد رو میشه بود. شما چون وارد هستین، این میشه مثلا چه درصدی از درآمد مثلا دولت؟ آیا ما یه همچین مقایسه‌ای میتونیم بکنیم؟ ببینید خیلی سخته که من اگه بخوام بگم کل املاکی که در ایران هست تقریبا 20000 میلیارد تومان ارزشش، 17000 میلیارد تومان ارزشش باشه، به عبارتی شاید ارزش کل بنیاد، البته میگم 1/20 یا حالا تخفیف اگه به آقای فتاح بدیم 1/25 کل املاک کشور باشه. خب یعنی خیلی قابل توجه. خب 4% املاک کل کشور میتونه باشه. البته ما نمیتونیم، شما کاخ سعد آباد نمیتونی قیمت بذاری. کاخ مرمر رو من نمیدونم شما تشریف بردید داخلش. درست میفهمم. ولی خب من میخوام آقای کوازاده خیلی حالا عدد و رقم هم ندیم، هم خودمون گیج میشیم هم ملت، خیلی سخته. شما خودتون کارتون اینه، ولی برای بقیه ماها این خیلی قابل درک نیست. ولی مثلا در مورد تعداد شرکت ها، حدود 170 شرکت داره بنیاد. آیا تعاوری تعداد کارمنداش مثلا حدود 50000 تا، حالا مستقیم غیر مستقیم 40000 تا مستقیم، خیلی زیاد هست. و بحث این هستش که آیا بنیاد حسابرسی دقیق میشه؟ خیلی به نظر میاد توی مصاحبه آقای فتاح میخواد بگه که ما همه حساب کتابامون درسته، مالیات میدیم، خیلی دقیقیم، حتی سازمان حسابرسی بیاد وارد بشه رسیدگی بکنه. چه جوری حساب کتاباشون چه جوریه، دقیقه یا نه؟
ببین آنچه که روشنه این هست که اساسا نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای توسط سازمان بازرسی کشور کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارزیابی نمیشه. یعنی این دو تا نهاد که در واقع کار نظارتی روی اموال دارن، اینها هیچ نظارتی روی دستگاه زیر نظر آقای خامنه ای ندارن. فرق هم نمیکنه باید مستضعفان باشه، صد اجرای فرمان امام باشه یا بقیه دستگاهی که زیر نظرشون هست. هیچ خیلی روشن و شفافی آقای محسن صفای فرامی چه دو سال پیش گفت و گفت 120 تا نهاد و بنیاد در ایران بدون اینکه هیچ گونه نظارتی روشون باشه 65% اقتصاد ایران در دست دارن. یعنی اگه می‌خوایم بدونیم که نهاد، وقتی صحبت از نهادهای زیرمجموعه آقای خامنه ای میشه یعنی چی، یعنی این حجم وسیع، شاید آقای کارزاده خیلی معتقد نباشه که در این اندازه هست، ولی آقای صفاری به عنوان کسی که به هر حال توی مقطع قائم مقام وزیر اقتصاد بود، حرفش به عنوان یه فکت قابل استناد هست که میگه 65% این اقتصاد ایران دست این نهادهاست و اینا اساساً هیچ گونه نظارتی روشون نیست. و من یه نکته‌ای هم می‌خوام اینجا بگم راجع به خود آقای فتاح. آقای فتاح زمانی که از دولت احمدی‌نژاد اومد بیرون و رفت بنیاد تعاون، شد رئیس بنیاد تعاون، یه مصاحبه ای کرد اونجا و یه سوالی ازش خبرنگار پرسید به عنوان در واقع مزیت این که کار کردن تو این بنیادها و نهادها چه مزیتی به نسبت کار کردن تو دولت داره. من از رو جمله ایشونو میخونم چون خیلی نکتهش جالبه. آقای فتاح تو پاسخ میگه ما برخلاف دولت در مقابل مجلس وظیفه پاسخگویی نداریم که مثلا تذکر بگیریم، مورد سوال قرار بگیریم. سازمان بازرسی کل کشور مثل سیستم‌های دولتی عمومی به اینجا ورود ندارن و خصوصی محسوب شد. اینها مزیت کار ماست. یعنی اساسا فرار از پاسخگویی و فرار از نظارت پذیری و اینو به عنوان یک مزیت کار آقای فتاح میدونه و به همین خاطر همیشه هم تو این نهادها کار کرد. یعنی زمانی که ایشون تو سپاه بود و بخش مهندسی فنی سپاه دستش بود و چه زمانی که تو کار سدسازی بود و اومد بنیاد تعاون و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، همیشه تو این همه نهادها جاهای کار کرده که نظارتی روش نبوده، پاسخگو فقط در برابر رهبری بوده و به کسی پاسخ نمیخواست. این نکته خیلی مهمیه، پاسخگو فقط در برابر رهبری، چون در این مصاحبه هم شما میبینید یکی دو جاهایی میگه که رهبری دل بزرگی دارن میخوان به مردم بدن، مثلا یه جایی در مورد هبه کردن بعضی از زمین ها در مثلا مناطق روستایی میگه. واقعا نقش این که در واقع یک سری بنیادهایی هستن، این خب خیلی ها اعتراض میکنن، سالهاست که دارن اعتراض میکنن که چرا این بنیادها زیر نظر آقای خامنه ای به کسی هم پاسخگو نیست، ولی خب چیزی هم که تغییر نکرده تو همه سال همین هست. آیا تغییری در رفتار این بنیادها ظرف سالهای اخیر میبینیم؟ آیا تغییری کردن از این نظر که حالا مثلا بخوایم بگیم که بیشتر بخوان در گروه‌های فقیرتر سرمایه گذاری بکنن؟ چون می‌دونیم که برای مسئله فقر مسئله بسیار جدی هست الان در ایران. آقای خامنه ای اساساً اعتقادی نداره که این بنیادها کارشون محرومیت زداییه. خود ایشون تو سخنرانی پارسالشون با بسیجی‌ها به صراحت گفتن که معنی مستضعف رو بد برداشت کردن و بد تعریف کردن. اساساً مستضعف فقیر نیست، مستضعف در واقع کسایی هستند که مالک این زمینن و کسایی که مظلوم واقع هستن و خودشو در واقع جز مستضعفین نهاد. بنابراین اساسا این که اینا هی اسم مستضعف و محرومیت رو به کار میبرن، این فقط یک شعار پوپولیستی در آستانه انتخاباته. ببینید همین چند ماه پیش آقای فتاح رفتن مازندران، رفتن گرگان و اونجا توی جلسه‌ای که داشتن عنوان جلسه این بود که 7000 تا ملکو دارن واگذار میکنن به مردم. بله. و در واقع برای توجیه این مسئله رفته بود. ولی تو سالونی که ایشون داشت سخنرانی میکرد نگاه میکرد 200 آدم نبود. یعنی پس کیا بودن اونایی که این ملکا رو قرار گرفتن؟ اگه اونا محرومان بودن و قرار بوده که مراسم واگذاری این ملکا بوده، چرا اون آدمایی که ملکا رو گرفتن تو این سالون حضور نداشتن؟ فقط 200 نفری که تو اون سالون اگه شما نگاه کنید دور از چون همه نیروهای نظامی و آخوندها و نیروهای دولتی اون منطقه هستن. بنابراین آقای کهالزاده به طور ویژه، حالا شما در سازمان تامین اجتماعی هم کار کردیم، ما میدونیم که به هر نهادهای متعددی در ایران هستند که قرار هست که به وضع محرومان رسیدگی بکنن. نقش بنیاد مستضعفان در میان اینها چطور تعریف میشه؟ ببینید من اساسا فکر میکنم که ما بحث فقر ایران با فقر زایدگی متفاوته. یعنی فقر ما بیشتر بخش قابل توجه از فقرای ما شاغل هستن، دو سه تا کار دارن، به عبارتی
اگه واقعا بنیاد جانبازان، صدا فرمان اجرایی، اینا واقعا به دنبال فرق‌زدایی هستن، اینا باید کمک بکنن که در اقتصاد اشتغال ایجاد بشه، کمتر مداخله بکنن، فسادشون کمتر بکنن. یعنی اگر خیلی نرسونن و این شرکتشون رو واگذار کنن به دولت و به عبارتی اجازه بدن که رشد و شکوفایی اقتصادی باشه، واقعا اونها بیشتر خدمت کردن. چون نگاهی که متاسفانه هم سر این نگرانی که اینجا وجود داره، نگاه غلطی که نماد فرق‌زدایی وجود داره که ما یه ملکی به کسی بدیم یا به عبارتی ما به اون پولی داده بشه، به جای اینکه به اون فرد یاد داده بشه که به قولی بانک پذیر باشه، یاد داده بشه که وصل بشه به چرخه اقتصادی، یاد بگیره که چجوری asset building بکنه، دارایی بسازه و اینا، این نگاه که پولی داده بشه به هر حال هست. ولی مسئله اینه که ما نمیدونیم دقیقاً، و اون چیزی که ما داریم میبینیم، فقری که داریم میبینیم، من فکر میکنم که ما امسال بعد از کرونا نزدیک به 50% جامعه ایران، البته سر این تعریف فقر مطلق برای روش های مختلف بحثه، ولی 50% جامعه ایران زیر خط فقر مطلق رفته به خاطر کرونا و تحریم و سیاست نادرستی که بوده. یا در سال 96 مثلا 17% زیر خط فقر مطلق بودن. بنابراین اندازه بزرگ این نهادها که من البته صلاحیت ندارم که آقای صفای فراهانی رو یا آقای مهندس نووی رو نقد بکنم، اونها کار کردن، ولی من فکر میکنم که اون 65% به نظر عدد دقیقی نیست، ولی اگه فرض بگیریم که حالا شب با 60% حتی 10% اقتصاد ایران بودن، اونا اثر جدی در این فلکچویشن، در این تغییر تحولات فقر در ایران و محرومیت زدایی در ایران به نظر نداشتن. اگه بود با این حجم از حضورشون در اقتصاد ایران، بعد یه جایی میدیدیم که به حال یه تغییر تحولی در میزان فقر اتفاق افتاده. به عنوان یک نکته اینو بگم که این مسئله که آقای فتاح مطرح میکنه یک نگرانی هست. یعنی وقتی ما میگیم برای فقرا، برای مستضعفین، افراد کارشناسان اقتصادی تن بدنشون میلرزه که خدای قرار این املاک الان دست نهادهای عمومی بوده استفاده میکردن، کسی نمیدزدیده، کسی به جز ملک آقای حداد که حالا میدونیم استفاده شخصی میکرده، مثلا سپاه یا ارتش یا افراد استفاده عمومی میکردن اگر ما منتقد اونام باشیم، ولی قرار این املاک فروخته بشه و انگار به نام به کی قرار فروخته بشه؟ و ما نمیدونیم واقعا که این املاک قرار به چه کسی فروخت. اگه واقعا اگر آقای فتاح واقعا به دنبال فساد زدایی است و مبارزه با فساده، به جای اینکه بذاری حرفاشو معاونت حقوقیش بزنه و خودش بیاد بگه که ما این املاکی که داشتیم یکی چقدر ملک داریم، ترازنامه‌شو شفاف بکنه، ارسال منتشر بکنه و بیاد بگه که املاک دست کی هست، قرار به کی فروخته بشه، انگار دوباره ما قرار هستش که با نام فقر، مبارزه با فقر، با نام عدالت، شاهد یک قرار. من متهم نمی کنم آقای فتاح، من میخوام بگم که این نگاه مبارزه با فقر، این نگاه مبارزه با فساد، وقتی اینجوری ما نگاه میکنیم تهش میشه ما با یک غارت از اموال مردم که حالا بخشم واقعا به ناحق مصادره شده، ولی شما احتمالاً بعد 2-3 سال دیگه منتظر باشید که یه نفر دیگه بیاد بگه که آقای فتاح من بگم شما چند تا مثلا ملک مثلا فروختید. اما اتفاقی برای آقای قالیباف افتاد، 2600 ملک تهران واگذار کردن و من بعید میدونم که تعدادش هم گرفته شده باشه. بنابراین این هم جالب هست ها، من تصمیم فهمید آقای تحواری اگه اشتباه میکنم، ما چیزی نه در مورد آقای فروزنده، نه در مورد آقای سعیدی کیا، در مورد اینکه اینها مثلا فساد گسترده‌ای رو به نامشون زده باشن نشنیدیم، در حالی که به هر حال حجم خیلی گسترده‌ای از مال اموال بی حساب کتاب در تحت نظرشون بوده. فکر میکنید چرا؟ دلیلش روشنه، دلیلش هم این است که اصلا نظارتی رو کار اینا نیست که کسی بتونه روشن بکنه. شما اگه میبینید آقای قالیباف فسادش رو میشه، بخاطر اینکه شهردار بعدی که میاد تو گزارش تو صحن شورا گزارش رسمی میخونه و میگه این اتفاقات افتاده، ولی تو فضای بیت رهبری و نهاد زیرنظری ایشون اساسا هم چیزی وجود نداره. شما نگاه کنید تو یه قلم آقای سعیدی کیا مدعیه که سال بعد از سعید مرد ازش براتون پیدا بکنم، آقای سعیدی که مدعیه که از تو سال 96 در واقع جمعاً 500، حالا عدد من ببخشید کاغذام دستم زیاده که بخواهم از رو براتون پیداش بکنم. شما تقصیر ندارید، من هم کاغذام زیاده، خیلی پرونده گسترده. از حجم کمک هایی که بنیاد علوی در واقع میگه کمک های مالی که کردیم، تقریبا میگه 500 از 500 میلیارد درآمدی که در واقع کمک کردن به جای مختلف مردم، 300 میلیاردش رو فقط اختصاص دادن به دفتر حسابرسی و نظارت بیت رهبری. یعنی از پول خود رهبری به دفتر حسابرسی پول میدن که بیا دوباره نظارت بکن رو خودشون.
در واقع این سیستم انقدر کراپت هست و انقدر غیر شفاف هست که شما راجع به هیچ چیز نمی‌دونید صحبت بکنید. ببینید بنیاد مستضعفان یه بنیادی درست کرده به اسم بنیاد علوی که این اومده اموال در واقع پهلوی و همه رو مصادره کردن و غارت کردن اینها. اینها در واقع تمام کمک ها و حمایت های اجتماعی قرار از طریق بنیاد علوی انجام میشه. آقای سعیدی کیا روزی که خودش شد رئیس نکته خیلی جالبی گفت. گفت فقط 8% از درآمدهای بنیاد مستضعفان به بنیاد علوی میداده شد که خرج محرومیت زدایی بشه. گفته ما بعدن این 8% رو رسوندیم به 30% و حالا آخر سرم ادعا کرده که من رسوندمش به، یعنی الان ادعا میشه که رسیده به 43%. داده اون 43% هم فقط محرومین، در واقع محرومین و فقرای ایران نیست. بس عمده اینه که بخش عمده این پول خرج ایدئولوژی بیت رهبری میشه و خرج تفکر آقای خامنه ای میشه و خرج توسعه شیعه و گروه های مقاومت که در منطقه درست کردن. شما نگاه کنید این بنیاد مستضعفان نقش خودشون مدعیان که نقش جدی تو بازسازی عراق سوریه داشتن و من به همین پیروز وقت تو لبنان افتاد دیگه نگرانیام واقعا همین بود که این تتم پولی هم که مونده الان خرج بازسازی لبنان خواهد شد. متشکرم از هر دوی آقایون. عذرخواهی میکنم اگر نتونستیم بیشتر به جزئیات بپردازیم، خیلی بحث گسترده ای هست، ولی اگر شما علاقه مند هستین مطالب متعددی در این باره چاپ شده روی وبسایت ما هم هست، به اونها هم سر بزنید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.